چه کسانی نمیتونن این وام ازدواج و فرزند آوری رو بگیرن؟ ما مخاطبمون افرادی نیستن که اینها بدهی های چند میلیاردی نسبت به حوزه مالیات یا تأمین اجتماعی داشته باشن. اینا کسانی هستن که حالا ممکنه بر فرض یک بدهی اندک مالیاتی یا در حوزه تأمین اجتماعی بدهی اندکی داشته باشه. واقعا خوشحالمون کردیم بر خدا. خدای شکرت، ممنونم ازت. دیدیم بعد از چند سال برف اومده، گفتیم بیام یه خاطره‌ای بشه واسهشون. از کجا ازم کجا؟ از شوری داریم برو گرگان. وضعیت جاده رو چک کردی قبل از؟ آره. چی گفتن؟ گفتم زنجیرش مشکل نداره. سیروس با من با شماره خارجی حرف میزد. افرادی که از میان اراذل اوباش سابقه دار انتخاب شده بودند، از این قاچاقچی انسان با نام مستعار زکریا گرفته به جرم قاچاق انسان در یونان 3 سال زندان بودن. تا این فرد پیادش کردیم، دستش و چشماش رو بستیم، بعد آوردیمش اینجا توی اتاق. شلوغی‌هایی که انجام میشد باعث میشد که اینجا کسی احساس امنیت نکنه، کاسبی نمیشد انجام بدیم. کسبی که خیلی ضرر میخوره، حالا چه از لحاظ مالی بسیار صدمه میخوره. ملت جد میده، آل میده، گردان چخان مرده. شلوغی ها ما چند روز مثلا 5 رفتیم 6 رفتیم. دولت عادی چند میریم؟ 10. شلوغ که میشد 11 میبستیم دیگه، میبستیم دیگه. اصلا تعطیل بودیم، اومدنمون هم الکی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. رئیس جمهور از دستگاه های مسئول در تنظیم لایحه بودجه سال آینده خواست برای دسترسی ارزان و آسان مردم به 5 اولویت اساسی اقلام خوراکی، آب، مسکن، سلامت و خودرو برنامه ریزی و اقدام کند. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت پرهیز از اقدامات تورمزا رو رویکرد دولت دونست و با اشاره به آماده سازی لایحه بودجه خواستار بازنگری نهایی لایحه پیش از ارائه به مجلس برای تطبیق احکام و جداولش با رویکرد ضد تورمی دولت شد. جرایم بیمه شخص ثالث همه وسایل نقدیه تا پایان آذر بخشیده میشه. وزیر اقتصاد با پیشنهاد بیمه مرکزی درباره اعمال بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه زمینی موافقت کرد. طبق ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث خب مطلع هستید، اساساً این بیمه یک بیمه اجباری برای تمام وسایل نقلیه هست. اما اگر صاحبان وسایل نقلیه فرض بکنید مدت چند ماه یا یک سالی وسیله نقلیه خودشون رو بیمه شخص ثالث نکرده باشن، مشمول جریمه ای میشن در قانون ما، به جهت اینکه این جریمه ها بخشودگیش موجب ترغیب مردم بشه که به بهانه جریمه ها در واقع تأخیر نندازن بیمه نامه خودشون رو، با تمام بخشودگی های تمام جرایمی که پیش از این وجود داشت بخشودگیش موافقت کردیم. بنابراین حدود 2 هفته مردم عزیزمون فرصت دارن. به گفته که آقای قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حدود 12 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث در کشور وجود داره که بیش از 90% مربوط به موتورسیکلت هاست. قاچاق دام از برخی مرزهای غربی موجب نوسانات قیمت گوشت گوسفندی در بازار شده. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اعلام این مطلب گفته قیمت هر کیلو دام زنده حدود 90 هزار تومانه، اما خروج دام از کشور و همچنین مشکلات تردد ناشی از بارندگی های اخیر باعث افزایش 10 تا 12 هزار تومانی قیمت ها در مقایسه با هفته پیش شده. آقای ملکی میگه اگه جلوی قاچاق و صادرات دام گرفته نشه، التهابات قیمت در بازار ادامه پیدا میکنه. نشست مشترک مجلس و دولت در خصوص مسائل مختلف جاری کشور امروز با حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در بهارستان و پشت درهای بسته برگزار شد. نحوه تدوین و بررسی برنامه 7 لایحه بودجه سال آینده و رفع مشکلات معیشتی مهمترین محورهای این نشست بود. آنچه که به عنوان جمع‌بندی
هم در صحبت‌های رئیس جمهور محترم هم در صحبت‌های رئیس محترم مجلس انعکاس پیدا کرد این است که به هر حال ما در شرایط کنونی کشور آنچه که باید مورد نظر بگیره رفع مشکلات اقتصادی کشور مشکلات معیشتی مردمه. با علنی شدن جلسه نمایندگان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو برای رفع محدودیت‌های اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بررسی کردند. مخاطبمون افرادی نیستند که اینها بدهی‌های چند میلیاردی نسبت به حوزه مالیات یا تأمین اجتماعی داشته باشند. اینا کسانی هستند که حالا ممکنه بر فرض یک بدهی اندک مالیاتی یا در حوزه تأمین اجتماعی بدهی اندکی داشته باشه و چه بسا که این تسهیلاتی که ما داریم اعطا میکنیم بتواند یک گره از مشکلات اون رو برآورده بکنه. 5 میلیون بدهی داره، 5 میلیون چک داره، 10 میلیون چک داره. محدودیت ایجاد حساب و برای اون ایجاد پرداخت تسهیلات محدودیت ایجاد کرده. الان آماری که ما گرفتیم 1 میلیون نفرن. ضمنی که بانک مرکزی و بانک ها اعلام کردن ما آماده پرداخت کنیم، هیچ محدودیت هم نداریم. در جلسه امروز همچنین نامه رئیس جمهور در خصوص معرفی آقای مهرداد بزرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قرائت و اعلام وصول شد. پیکر 100 شهید دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب عراق در استانهای میسان و بصره عراق تفحص. این شهیدان مربوط هستند به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر 1، عملیات خیبر، بدر و همچنین کربلای 5 و بیت المقدس 7 و همچنین تگ‌های دشمن در سال 67. به گفته فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر این شهدا صبح پنجشنبه وارد آبادان میشه و مورد استقبال مردم آبادان و خرمشهر قرار خواهد گرفت. دو نفر از مرتبطان مؤثر در ترور بسیجی شهید رضا داستانی شناسایی و بازداشت شدند. روابط عمومی کل سپاه اعلام کرد در پی رصد اطلاعاتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، دو نفر از مرتبطان مؤثر در ترور بسیجی شهید رضا داستانی قبل از خروج از کشور شناسایی و دستگیر شدند. بسیجی شهید رضا داستانی که از بسیجیان استان اصفهان بود، 7 آذر هنگام عزیمت به محل کار در یک اقدام مسلحانه در اصفهان به شهادت رسید. در پی ورود توده هوای سرد به کشور، برخی استان‌ها سفیدپوش شده و از دیشب هم عملیات شنپاشی و برفروبی در جاده‌های کوهستانی آغاز شده. از کجا آزم کجایی؟ از شهر داریم مانو گرگان. وضعیت جاده رو چک کردی قبل سفر؟ آره. چی گفتن به تو؟ گفتم زنجیرشوش مشکل نداره میتونیم. ماسوره برف اومده، خیلی جالب شده، زیباتر شده. از کجا اومدی؟ از اهواز اومدیم. آوازم برف میاد؟ نه آواز نه، گرماست، فقط گرمه. حضور نیروهای امدادی چطور بود؟ الحمدلله خوب، عالی هستن دیگه. واقعا خوشحالمون کردیم بر خدا. خدای شکرت، ممنونم ازت. گفتیم بعد از چند سال برف اومده، گفتیم بیام یه خاطره‌ای بشه واسهشون. سازمان هواشناسی هشدار سطح زرد هواشناسی صادر و پیش بینی کرده هوا در نیمه شمالی کشور تا 8 درجه کاهش یابد. بارش رو در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخشی از استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و همچنین خراسان رضوی، بخشی از استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مناطق شمالی استان مرکزی و بخشی از استان همدان شاهد خواهیم بود. در ارتفاعات و مناطق سرسی بارش برف رو پیش بینی می‌کنیم. مدیرعامل راه آهن از ثبت رکورد صادرات 1,919,000 تن کالا و حمل 1,913,000 تن کالای ترانزیتی در سال گذشته خبر داد. آقای صالحی در برنامه صفحه اول همچنین با اشاره به آغاز همکاری‌های ریلی با روسیه گفت در حال حاضر هر دو روز یک محموله 30 تا 50 واگنی تولیدات روسیه از طریق ایران به هند ترانزیت میشه.
این مسیر به لحاظ زمانی تقریبا یک سوم مسیر قبلی است که از مسیر دریای سیاه و به لحاظ دریایی این مسیر طی می‌شد از روسیه تا هندوستان. خب این هم یک توفیقی است برای کشور مبدأ و مقصد که تایم خیلی کوتاه‌تری رو داشته، زمان خیلی کوتاه‌تری در حقیقت داشته باشه این سیر کالا از مبدأ تا مقصد، و هم موجب درآمد به هر حال ارزی برای کشورمون هست. سرپرست اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت میگه روند ابتلا به آنفولانزا در کشور تقریباً سیر نزولی داره. به گفته آقای عرشی با وجود این در زمستان به ویژه در بهمن با موج دوم این بیماری مواجه خواهیم شد. در میان درمان‌های رایج برای بهبود آنفولانزا، درمان از طریق طب سنتی هم در بین مردم رو به افزایشه. از بین داروهای طب سنتی برای درمان آنفولانزا، متخصصان این طب یک اسپری گیاهی رو تجویز میکنن که چند کاربرد داره. قبل از اینکه بخوایم مبتلا بشیم برای اینکه جلوگیری بکنیم از بیمار شدن، خوبه بعدش کمک میکنه به اینکه بیماری انتقال پیدا نکنه. حاوی اکیناسه یا گیاه سرخارگل هست. شربتی که هم حاوی عسل است و هم حاوی آویشن. این داروی خوبی هستش روی پاکسازی سیستم تنفسی، در واقع میتونه کمک کنه. دو داروی گیاهی که در درمان سرفه مؤثر هستند. فرد سرفه‌های خلط دار داشته باشه، از آویشن خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم. اگر سرفه‌ها به سمت سرفه‌های خشک باشه، از بابونه شیرازی میتونن به خوبی استفاده بکنن که خاصیت ضد التهابی خیلی خوبی هم داره. البته گیاه گل ختمی هم به صورت دمنوش کارکردهای خودش رو داره. اگر بهش گیاه آویشن اضافه بشه، همه انواع مدل سرفه‌ها رو بهتر میپوشونه. برای درمان آنفولانزا حدود 17 داروی طب سنتی وجود دارد. تجویز این داروها حتما باید با نظر متخصص طب سنتی انجام بشه. و آتشفشان در هاوایی همچنان در حال فورانه. کوه مانالا که از اون به عنوان بزرگترین کوه آتشفشان فعال جهان یاد میشه، پس از نزدیک به 40 سال خاموشی از یک هفته پیش دچار فوران شده. برخی از مردم منطقه را ترک کردن و مقامات بهداشتی هاوایی در اقیانوس آرام نگران پیامدهای فوران آتشفشان بر سلامت ساکنان این منطقه هستند. فردی که به دروغ خودش رو به نام آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیما معرفی و برای تعدادی از بازیگران و چهره‌ها پیامک جعلی ارسال کرده بود، بازداشت شد. افرادی هم که بدون صحت سنجی به نشر این شایعه دامن زدند، تحت پیگرد قضایی قرار دارند. سلام، من آمنه هستم، ذبیح‌پور. لطف می‌فرمایید جواب می‌فرمایید جواب بدید. موضوع مهمی هست که باید بهتون بگم. گویا دوست ندارین دوستان صحبت کنید. این فرد نه آمنه سادات ذبیح‌پور که خریدار و فروشنده زمین است، ساکن تهران. درآمدم در ماه خوب 40 تومان، 30 تومان، 50 تومان. کاروبار دوم او اما خرید شماره چهره‌های دنیای حقیقی از صفحات مجازی است. من شماره خیلی از بازیگران گرفتم. مثلا میگفتش مثلا 200,000 تومان بده، مثلا یه 30 تا شماره بهت بدیم. در گیرودار اختشاشات با ارسال پیامک جعلی به هنرمندان کارش را شروع کرد. من به تمام اون بازیگرای خانوم شروع کردم پیام دادن. اونی که جواب میداد سلام ممنون شما، میگفتم آمنه هستم. جواب میداد کدوم آمنه؟ میگفتم ذبیح‌پور هستم، خبرنگار. میگفتم آره یه کاری کردی به من خبر دادن یا گزارش دادن به جایی، جواب بده به نفعت، میخوام کمکت کنم، برات گرون تموم شه، بهتره جواب بدی. مثلا جایی یه حرفی زدی، نمیدونم گزارش کردم به یه جایی. این پیام رو به خانم تیرانداز فرستادم، خانم سیما تیرانداز، که ایشون حالا جواب به من داد، گفت فعلا خوبم. گفتم پیش خانم بازیگر بودم، خانم بازداشت شده. گفت کجا بود کی؟ گفتم کتایون رو میگه. یکی از گیرندگان این پیام ها مینا اکبری است، مستندساز. او تصویر این پیام‌ها را با این شماره در فضای مجازی به اشتراک گذاشت و نوشت خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما او را تهدید کرده. یکی از اینا مثل که این شماره منو با اون پیام منو کامل گذاشته، نمیدونم تو فضای مجازی گذاشته، کجا گذاشته، به اسم اینکه خانم ذبیح‌پور مثلا ما رو واسه که داره تهدید می‌کنه، همچین چیزی بوده که اون مخاطبایی که دیدن شماره منو که اون بالای صفحه خورده، همون خط 11، اینا فکر کردن که واقعا خانم ذبیح‌پوره. به نام خود من بوده، از شمال خریدم این خط رو، به هیچ کسی هم نه این خط رو واگذار کرده بودم، نه دست کسی بوده، از اول دست خودم هم بوده. اما نه این خانم که گیرنده پیام بود و نه افرادی که مخاطب این خبر جعلی بودند، هیچ کدام پیگیر هویت واقعی پشت این شماره نشدند. یهو دیدم
موبایلم شروع شد به زنگ خوردن، یعنی شماره های خارج میافتاد. خودم تعجب کردم یه لحظه چه خبر، یعنی هر دقیقه همینجوری زنگ میخورد که واتساپ رو باز کردم کلی پیام داره واسه من میاد، یه سری ها تشکر میکنن، یه سری ها تهدید میکنن به اسم خانم ذبیح‌پور، فکر میام خط مال اونه. اونجا تازه من دوزاری افتاد که این پیاما به خاطر اون پیامای دیشب یه شماره. این خبر حتی بدون گذر از مراحل صحت سنجی جای خودش را لابلای اخبار رسانه‌های خارج نشین باز کرد، تا جایی که حتی برخی افراد تولید کننده اخبار جعلی هم با ذوق زدگی بدون راستی آزمایی واکنش نشان دادند. مسیح علی نژاده تماس تصویری برای من گرفته بود که من حتی به خاطر که چهره من نبینه چون نگران شده بودم صفحه گوشی رو تو ماشین پیچیدم که سقف ماشین رو بگیره، که شروع کرد صحبت کردم با یه الفاظ بدی، خوشحالم دیدم شمارت همه جا پخش شده، آبرود رفته فلان، اینا احمد تا گفت. این آقا، این خانم مستندساز، این رسانه فارسی زبان و هر کاربری که در زنجیره دست به دست کردن اخبار دروغ نقش داشته باشد، طبق ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مرتکب رفتار مجرمانه شده و حکمی برایش تعریف شده است. چند وقت پیش رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با همین ادعا که خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما چهره‌های رسانه‌ای را تهدید می‌کند، برای آمنه سادات ذبیح‌پور تحریمی جدید تعریف کرد. هرچند رابرت مالی با هدف آزادی بیان را تحریم می‌کند، اما ظاهراً برخی سلبریتی‌ها دانسته یا ندانسته در پازل آنها بازی می‌کنند. با رأی قطعی دیوان عالی کشور، حکم اعدام متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده شبکه اراذل و اوباش درباره سرویس جاسوسی موساد، آدمربایی و اقدام علیه امنیت ملی اجرا شد. سه متهم دیگه این پرونده به جرم اقدام علیه امنیت ملی، معاونت در آدمربایی و نگهداری سلاح به 5 تا 10 سال تحمل زندان محکوم شدند. حکم اعدام اعضای شبکه اراذل اوباش مرتبط با رژیم صهیونیستی، چهار جاسوس رژیم صهیونیستی در ایستگاه پایانی. بر حکم اعدام متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده به نام‌های حسین اردوخانزاده معروف به زکریا، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتبانیان و منوچهر شهبندی بجندی. خرداد ماه امسال بود که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در اطلاعیه از شناسایی و دستگیری 7 عضو یک شبکه جاسوسی مرتبط با رژیم صهیونیستی در کشور خبر دادند. گروهی تروریستی که با حمایت مستقیم یکی از افسران موساد به نام مستعار سیروس در ایران سازماندهی شده بودند. من حسین اردوخانزاده هستم، تو ترکیه یه رفیقی دارم به نام اوزان، من به جرم قاچاق انسان گرفته بودم، یه مدت تو یونان که زندان بودم اونجا باش رفیق شده بودم. افرادی که از میان اراذل اوباش سابقه دار انتخاب شده بودند از این قاچاقچی انسان با نام مستعار زکریا گرفته، به این شکل بود که از واتساپ به ما یاد داد چجوری بیاییم و چجوری بریم. پولم که از طریق ارز دیجیتال کیف پولو نصب کردیم به گوشیمونو، رمز آدرسشو فرستادیم به ما ارز دیجیتال میزد. تا این فرد با نام مستعار وفا که وظیفه‌اش جذب اوباش کف خیابان برای سرقت، تخریب اموال عمومی و آدم ربایی بوده. به هم گفت یه چند تا اراذل روباش، یه چند تا از دوستات که باهاتن کار بلدن جمع کن با خودت ببر. همه این افراد با آگاهی کامل از اقدام علیه امنیت ملی کشور با این شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی همکاری داشتند. در روز بعد گذشت گفت شاهین یه دونه دیگه کار داره تهرانه. از صحبت‌های شاهین اینا فهمیدم که اینا سرش می‌خوره به موساد و اسرائیل و اینا. اعضای این گروه تروریستی با تخریب خانه و ماشین افرادی که رژیم صهیونیستی نشان کرده بود و ارسال فیلم به افسر موساد پول می‌گرفتند. تو فرد 4 تاتون نفر 500 میلیون بهتون پول میدم. بعد گفتیم 200 میلیون مقایسه به 500 میلیون، همه قبول کردن. به هر شکلی که میتونن آدم رو راضی میکنن که براشون کار انجام بده، یا وسوسه میکنن یه روز پول زیاد نشونتون میدن، یه روز قدرت بهتون نشون میدن، دیگه نخواهینم انجام بدین دیگه با تهدید مجبورتون میکنن که
کار انجام بدیم براش. البته وقتی نوبت به انجام مأموریت اصلی یعنی ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای و انفجار یکی از مراکز حساس تهران رسید، تروریست‌ها با اشراف اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. در نهایت پس از طی مراحل قانونی دادرسی، شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم اعدام متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده را به جرم همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدمربایی تایید و این حکم صبح امروز اجرا شد. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما. در دو ماه اخیر اصناف بابت ناآرامی‌ها و اختشاشات با کاهش مشتریان متحمل ضرر و زیان شدند. گزارشی ببینیم از روایت اصناف و کسبه از ضرر و زیان ناشی از ناآرامی‌های اخیر. ناآرامی‌هایی که در چند وقت اخیر آرامش بازار در شهرهای مختلف را هدف گرفته. امروز از کسبه می‌پرسم شلوغی‌ها، ناآرامی‌ها و اختشاشات اخیر چه تأثیری در روند کسب و کارشون داشته؟ شلوغی نمیذاره کاسه بکنه، مردم مثلا بیرون نمیان برای خرید. کار کاسبی تقلق میشه، به اون صورت استقبال نمیکنن مردم. چرا؟ مردم باید در امان باشن که بیان خرید کنن برای خودشون، زن و بچه‌شون. موقعی که مثلا ببینه جلو در مغازه مثلا شلوغه، تا شلوغی اصلا مشتری کسی برای خرید دیگه کسی نمیاد. شلوغیایی که انجام میشد باعث میشد که اینجا کسی احساس امنیت نکنه، کاسبی نمیشد انجام بدیم. کسبی که خیلی ضرر میخوره، حالا چه از لحاظ مالی بسیار صدمه میخوره. ملت جر میده، آل میده، گردن چخام مرده. شلوغی ها ما چند روز مثلا 5 رفتیم، 6 رفتیم. بارت عادی چند میری؟ 10. شلوغ که میشد 11 میبستیم دیگه، میبستیم دیگه. اصلا تعطیل بودیم، اومدنمون هم علکی بود. مجبوریم بالاخره اینجا باشیم و شبا هم زودتر ببندیم بریم. مغازه ها رو زود میبندیم، مجبوریم ببندیم به دلیل ناامنی. آخر برج چک دادیم، بالاخره بدهی داریم، باید باز باشه تا بتونیم چکمون حداقل پاس کنیم. چک دارن، بدهکاری دارن، کرایه مغازه، کرایه انبار، همین رو جزء حساب دیگه. یه 10 روز 15 روز با تاخیر اجاره را دادیم. وقتی که میبندیم باید اجاره رزیبمون بدیم دیگه، جایی نیست که اونو برای ما بپردازه. خیلی آسیب زد، خیلی کار نکردن، یه سری ها چک داشتن چون روز وصولی نداشتن، چکاشون برگشت خورد. که بیان تهدید بگن یا بگم که مغازه رو ببندی کار درستی نیست. ایشون یه کار پیش نمیره، این کار درست نمیشه. یه به خاطر آشوبگرا میترسیم دیگه، بالاخره مغازه ها شیشه هاشو میشکنن، ماشینا رو آتش میزنن. یکی دو تا مغازه شیشه هاشو خورد کرده بودن، مجبور شدم ببندم. هر اختشاش که میشد میبستیم، مجبور میشدیم ببندیم به خاطر اینکه مالنبال یهودی آتش زدن و فلان کردن. مثلا ما تو مرکزیم دیگه حساب کنیم. ناامنی باشه برای هیچ کس خوبه، نه برای کاسب کار خوبه، نه برای مردم خوبه. همه دوست دارن امنیت باشه. امنیت رو میخوان، باید آرامشی باشه در بازار که بتونن کاسبشون رو انجام بدن. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. مطابق با بیانیه شورای امنیت کشور که دیروز منتشر شد، بالغ بر 200 نفر در حوادث اخیر جونشون رو از دست دادند. همکارم خانم رنجبر در گزارشش مروری کرده بر اون چه در حوادث این 70 روز گذشت. رسیدن اینجا حسین آقا یکی گرفت، آروم باشین، ما مثل برادر شما، ما هم داداش شماییم، آروم بیاین، آروم باشین. یهویی طرف چاقو رو کشید زد به قلب حسین آقا. روایت امروز ما روایت صحنه هایی است تلخ، اما باید شنید. حسین آرزوهایت اشتیم بالا. از پدر کارگری که همه ی سرمایه عمرش را فدای وطن می کند. سرمایه من همین بچه هاست که تقدیم کردم به اسلام، به دینم، به وطنم. تا این حرف های مادر، دو تا بچه کوچولو دارم، من چیکارش کنم؟ چیزی شبیه روزه است، داغدار است. کافر کشتن روزه، تا حسم، تا حسم، خوم، بچه هم پیروفتیم. اینجا هم شهید دانیال رضازاده، هنوز 23 سالش تمام نشده بود. بعد استوری کرده بود که نوشته بود دوست عزیزم رفیق جان، رفتی من تنها گذاشتی، بچم دیگه آرزوش رسید. از این دهه 70 و 80 هایی که رفتنشان هنوز باور خیلی ها نشده. میپرسند از کجا شروع شد، چرا اعتراضات یارام به سرعت با فضاسازی رسانه های آنور آبی نباید گذاشت این فرصت از دست بره به سمت آشوب و اختشاش، آن هم به کف خیابان ها کشیده شد.
از یک طرف حمله به مراکز امنیتی و انتظامی، از طرف دیگر تخریب آمبولانس ها، خودروهای آتش نشانی، مساجد و هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی و خصوصی. به راه انداختن یک جنگ روانی که با کشته‌سازی، مجروح شدن چندین و تهییج افکار عمومی بهانه بیش از 70 روز آشوب می شود. من سریع سالمم. این شایعه‌های داخل اینستاگرام عکسامو پخش می‌کنم. 70 روزی که بالغ بر 200 نفر را اسیر خاک کرده است. از اغتشاشگران و گروه‌های تجزیه طلب تا شهدای امنیت. این جوان منه، هیچ گناهی نکرده بود. مردم عادی و افرادی که در حملات تروریستی شهید شدند. آردین هر لحظه میترسه. وقتی یه صدایی نمیگه دارن شلیک میکنن. روزهایی که به رغم همه صف بندی ها این حضور صف مردم را مشخص کرده است. صحنه هستیم. هر اتفاقی هم که بیفته ما جوانان پای انقلابمون هستیم. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما. سرهنگ خالقی، سرهنگ موسوی و سرهنگ نجفی، سه مأمور پلیس اماکن بازداشت شدند. این سه نام‌های شیادی است که خود را به عنوان مأمور پلیس اماکن معرفی کرده بود. گفتم سرهنگ خالقی هم از اماکن. سرهنگ خالقی، سرهنگ نجفی و سرهنگ موسوی اسامی است که این فرد خود را با آنها معرفی می‌کرد. متهم بعد از تماس با سنوف می‌گفت که مأمور پلیس اماکن است. زنگ زد خب من سرهنگ موسوی ام و بعد شما پرونده دارین اینجا، پرونده‌ت اومده زیر دست ما، فردا صبح می‌خوام بیام اونجا رو پلم کنیم، حکم پلم و اینا. بعد اینور اونور یه خورده التماسش کردم، گفت 5 تا سکه ازت می‌گیرم. تماس گرفت که شما مغازه‌ت تا دیر وقت باز بوده، حکم پلم اومده، فردا قراره بیاییم پلم کنیم، یه پولی بزن برای کنیم چقدر. 35 تا. این پرونده تا کنون 12 شاکی هم داشته که فقط یک نفر از صاحب مغازه ها اقدام به پرداخت پول به کلاهبردار کرده بود و با اطلاع پلیس از این موضوع ماموران اماکن وارد عمل می شوند. روزی که به یه واحد صنفی که قهوه خونه بود در جنوب تهران میدان راه آهن مراجعه کرده بود، در حین انجام اخاذی در این واحد صنفی شناسایی و دستگیر شدند. رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ میگوید ماموران پلیس در صورت نیاز حضوری و با حکم ماموریت به اصناف مراجعه میکنند. هر مامور ما به واحد صنفی جهت اعمال قانون مراجعه میکنه، قطع و یقین حکم ماموریت داره و کارت شناسایی پلیس رو داره. و کسانی که به این روش از آنها اخاذی شده می توانند به پلیس اماکن تهران بزرگ مراجعه کنند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.